سردار قانی فرمانده کل سپاه قدس الان کجاست؟ آیا راسته که ترور شده؟ با ما همراه باشید، یه مروری کل حواشی و شایعات رو انجام. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب توی 24 ساعت گذشته خبری مبنی بر ترور سردار قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توی رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مطرح شده که بعد از ترور سید حسن نصرالله فرمانده کل حزب الله لبنان یکی از داغ‌ترین اخباری هستش که خبرگزاری‌های مختلف بهش پرداختن. سردار قانی که از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران هست و جانشین حاج قاسم سلیمانی از 5 سال پیش توی سپاه قدس شده شو فرماندهی کل نیروی قدس سپاه رو بر عهده گرفت، یکی از اهداف اصلی اسرائیلی‌ها در حملات اخیرشون بوده و غیبت 1 هفته‌ای ایشون و اینکه توی هیچ جای عمومی دیده نشده شایعات رو در مورد ترور ایشون قوت میبخشه. اوج این ماجرا مقاله‌ای بودش که خبرگزاری العربیه و خبرگزاری الحدث در مورد ترور احتمالی سردار قانی مطرح کرد و گفتش که احتمالاً توی حملات چند شب اخیر اسرائیلی ها به جنوب لبنان سردار قانی هم ترور شده، حالا یا کشته شده یا مجروح شده و در جای پنهان شده. اسرائیل در روزهای اخیر حملات زیادی رو در جنوب لبنان داشته که اهداف مشخصی برای ترور داشته. خیلی‌ها میگن که تعداد زیادی از مستشاران عالی رتبه ایرانی هم در این حملات کشته شدن. درست همزمان با ترور سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم به شهادت رسید. علنم که گفته میشه سردار قانی هدف اصلی اسرائیلی ها برای ترور هست. این ماجرا و شایعه زمانی قوت گرفت که چند روز قبل ایشون در نماز جمعه تاریخی که آیه خامنه ای امامت اون رو بر عهده داشت در تهران حضور نداشت و همین ها باعث شدش که این شایعات قوت بگیره. از حدوداً 1 هفته پیش هیچ دسترسی به سردار قانی وجود نداشته و آخرین باری که ایشون در یه جای عمومی دیده شده در دفتر عبدالله صفی‌الدینی نماینده حزب الله در تهران بودش که برای عرض تسلیت ایشون حضور پیدا کردن و بعد از اون دیگه در هیچ جای دیده نشد. حضور سردار قانی در دفتر حزب الله دقیقاً 2 روز بعد از ترور سید حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی تقریباً اواسط هفته گذشته بودش. اما العربیه عربستان به نقل از کانال 12 اسرائیل مقاله ای رو ساعت پیش منتشر کرد. توی این مقاله گفته شده که احتمال خیلی زیاد سردار قانی مورد حمله و ترور نیروهای اسرائیلی قرار گرفته و به خاطر مجروحیت شدیدش توی انظار عمومی ظاهر نمیشه، یا حتی خیلی از نظریات در مورد کشته شدن ایشون هم صحبت هایی رو انجام میدن و میگن که احتمالاً به خاطر مصلحت اندیشی سپاه در مقطع فعلی که احتمال حمله اسرائیل وجود داره دوست ندارن این خبر رسانه ای بشه. خیلی هم میگن که احتمالاً سردار قانی به خاطر حساسیت موضوع در جایی تحت تدابیر امنیتی شدید مخفی شده و به خاطر همینم اطلاعات یا عکس و فیلمی از ایشون منتشر نمیشه. اما شب گذشته خبرگزاری مهرم در واکنش به برخی خبرسازی ها در فضای مجازی در مورد شهادت و کشته شدن برخی از مستشاران نظامی ایرانی از جمله سردار قانی در زاهیه لبنان به نقل از منابع امنیتی موثق خودش از سلامتی سردار قانی خبر داد. به ادعای رسانه های العربیه و الحدث، قانی از 7 اکتبر سال گذشته و حمله حماس به اسرائیل چندین بار به عراق و سوریه و لبنان سفرهایی داشته و طی این سفرها با نصرالله و فواد شو که در اواخر ماه جولای توسط اسرائیل ترور شدن دیدارهایی رو داشته. این رسانه ها مدعی هن به تازگی جلسه ای در مقر فرماندهی حزب الله در زاهیه جنوبی بیروت برگزار شد که قانی در اون حضور داشت. بنا به ادعای این رسانه ها فرمانده سپاه قدس ایران به حاضران گفته که به همراه رئیس دفترش احسان به اونها خواهد پیوست، اما بعدن اعلام کرده که نمیتونه توی این جلسه شرکت بکنه. درست تو همین جلسه هم بودش که لوکیشن سید حسن نصرالله لو رفت و اسرائیلیا حمله هوایی و موشکی رو انجام دادن و در نهایت هم سید حسن نصرالله کشته شد. یعنی
اگه احتمالاً اسماعیل قانی و همراهاش تو این جلسه حضور داشتن، اونها هم در این حادثه ترور کشته می شدن. این رسانه عربستانی مدعی شده که سناریوهای در مورد نفوذ امنیتی از طریق دفتر فرمانده سپاه قدس هم مطرح میشه و در این ادعا گفته شده که حزب الله معتقده که نفوذ امنیتی هم از دقیقاً همین طریق و از طریق رئیس دفتر فرمانده سپاه قدس صورت گرفته. یعنی اون عامل ایرانی که از هفته گذشته در موردش صحبت میشه که یه عامل ایرانی جاسوس اسرائیل بوده و لوکیشن دقیق ستحسن نصرالله رو لو داده، همین رئیس دفتر سردار قاهانی بوده یا حتی یکی از نزدیکانش که احتمالاً از محل جلسه و جزئیاتش خبر داشت. از طرف دیگه عبدالله گنجی از نزدیکان سردار قاهانی شایعه ترور سردار قاهانی رو شدیداً تکذیب میکنه و اون رو جزی از عملیات روانی بعد از خطبه جمعه نصر که آیت الله خامنه‌ای در جمعه هفته اخیر داشتش مطرح میکنه. عبدالله گنجی ساعتی پیش در شبکه اجتماعی ایکس خودش اینطور نوشت که تکنیک‌های راستی آزمایی شایعات نشان میده که اخبار مربوط به ترور سردار قاهانی بخشی از یک عملیات روانی بزرگ بعد از خطبه نصر است و با قاطعیت قابل تکذیب میباشد. ایشون افزودن مراقب جنگ روانی دشمن باشیم. از پاتک در جنگ روانی هم غفلت نکنید. این خبر در حالی در 24 ساعت گذشته در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی خیلی وایرال شده که خیلی از خبرگزاری‌های داخلی قویاً این ماجرای ترور و کشته شدن رو تکذیب کرد. خبرگزاری صدا سیما هم حتی به این موضوع اشاراتی داشته و اطلاع داده که سردار قاهانی در صحت کامل هستش و هیچ اتفاقی برای ایشون نیفتاده. الان حدوداً 10 روزی از ترور ستحسن نصرالله طی عملیات تروری که اسرائیلیا در جنوب لبنان داشتن گذشته و حدوداً 5 روز هم از حمله موشکی ایران به مواضع اسرائیل میگذره. ولی خب هنوز ناامنی وجود داره و اسرائیلیا وعده دادن که به زودی پاسخ ایرانی ها رو خواهند داد و احتمالاً به چند تا از مواضع ایرانی در نقاط مختلف حمله خواهند. از طرف دیگه در لبنان خبر میرسه که تشییع جنازه برای ستحسن نصرالله قرار نیست برگزار بشه و به صورت موقتی در جای ایشون خاک سپاری شدن تا بعد از موقعیت و تموم شدن جنگ در شرایط مناسبی اون رو در جایی که مد نظرشون هستن خاک سپاریش رو انجام بدن. حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها راجع به ماجرای ترور سردار قاهانی بنویسید. به نظرتون آیا این اتفاق افتاده یا بخشی از جنگ روانی هستش که اسرائیلیا میخوان بپا کنن؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.